دی کارشناس اقتصادی دیگه حتما معرف حضور همتون هستن. امروز مهمان ویژه ما در مورد سوال‌هایی که ممکنه درباره تحریم‌ها به خصوص داشته باشن مردم، امروز شما پاسخ خواهید داد. سلام میگم به شما، مسکه دعوت ما رو پذیرفتید. تمام همیهنان عزیز در درون ایران، خیلی ممنون. بذارید با دو تا تلفن شروع بکنیم. معین از بروجرد و مانی از قزوین رو خط دو با ما هستن. معین، الان در فیلمایی که داشتیم پخش می‌کردیم، یکی از فیلم‌ها رو اتفاقا خودت فرستاده بودی از بروجرد. ظاهراً خب خوشحال بودی، تو هم در جمع مردم حضور داشتی در این شادی‌ها. فکر می‌کنی واقعاً این شادی‌ها چقدر دوام داره و آیا ریشه‌اش اصلاً چیه؟ در واقع یه اطمینان و امیدی داری که حتماً تغییری تو زندگی اقتصادی خودت هم قرار ایجاد بکنه؟ سلام. اولاً تبریک میگم به مردم صبور کشورم، اتفاق بسیار بزرگی بود. و اول بذار از اینجا شروع کنم که ما پریشب خب تمام دوستانی که توی این شهر، توی استان لرستان، توی بروجرد بیدار بودیم و داشتیم صفحات اینترنت رو نگاه میکردیم، توی اینستاگرام آقای عراقچی اولین بار خبر اعلام شد و شاید کمتر از 10 دقیقه بعدش بلافاصله به دست همه رسید که ساعت 9:30 شب تا خیابان تختی جمع بشین و به قول معروف جشن بگیرید. که خب مردم هم جمع شدن، الحق مردم بسیار صبوری داریم، هم توی شادی و هم توی غم. ما پارسال معلم عزیزمون از دست دادیم که دیدید چطور توی تشییع جنازه‌اش توی این شهر مردم شرکت کردن، الان هم توی جشن همون مردم دارن شرکت میکنن و خدا رو شکر میکنم از این بابت. بسیار خوب. ما این حالا اگه سوالی در ارتباط با این تحریم ها داری، مثلا اشاره‌ای میخواید در مورد بحث تأثیرش رو زندگیت بکنی یا سوالی از آقای عمادی داری میتونی مطرح بکنی؟ ببینید مردم ما خب قاعدتا خیلی صبورن که این اتفاق فعلا افتاده. هیچ کشوری توی دنیا اینطور با دیپلماسی، اینقدر با متانت خواسته خودش رو جلو نبرده، جلوگیری از جنگ. اینو میخواستم بگم، ببینید درسته ما 2 ماه دیگه تحریمات برداشته شدنشون شروع میشه، اینو همه میدونیم و خب باید قلم صبور باشیم. اما سوال اصلی بنده اینه که واقعا اون در واقع بیرو مردم کی میبینن، اون اتفاق اصلی رو مردم کی خودشون به صورت مستقیم. درسته از امروز قیمت دلار شروع کرده اومدن پایین، طلا اومده پایین، اما خب تاثیر مستقیم ترش روی مردم دقیقا به نظر ایشون از کی صورت میگیره؟ بسیار خوب، بذارید همجا پاسخشون رو بشنوید. من تصور میکنم در چشم من نزدیکترین به واقعیت وقتی به کشورهای دیگه نگاه کنیم که یک مسئله محدودیت بوده برداشت شده، در سطح مردم میتونیم این اتصال داشته باشیم که بین 5 ماه تا 12 ماه اثرات نخستین اثرات مثبت این که فقط در مورد مودن کالاها نیست، در مورد عرضه خیلی کالاهایی که کم بود و یک مقدار کاهش سودهای غیر طبیعی در ایران، اون خیلی مهمه. یعنی ما امیدوارم و من فکر میکنم که این بشه که در کشور خواهیم دید که کالاها ارزانتر عرضه میشه، نه به خاطر اینکه ارزانتر تمام شده، بلکه سهم واسطه ها، سهم دلال ها در اقتصاد کوچکتر و کوچکتر خواهد شد. این بهرهش رو تمام مردم، هم مصرف کنندگان هم تولید کنندگان خواهند دید. بسیار خوب. بذارید مانی از قزوین هم ببینیم سوالی داره یا نه. مانی متاسفانه کیفیت خط مانی خوب نیست، من خیلی متوجه صحبتش نمیشدم، ولی آقای مادی اشاره کردید به این زمانی که بین 5 تا 12 ما اولین تاثیرات مثبت رو میتونیم ببینیم. ما توی شبکه‌های اجتماعی هم از مردم خواستیم اگر سوالی از شما دارن بپرسن. یکی از اینا همین تأثیری هستش که رفع تحریم‌ها ممکنه بذاره روی اقتصاد. ظاهرا خیلی این بیننده به اسم کوروش شنیده که ممکنه یه شوک اقتصادی بعد از رفع تحریم‌ها وارد بشه به اقتصاد ایران و ظاهرا نگران تاثیر این شوک، که بعضی میگن این شوک میتونه یهو حتی وضعیت رو شاید سخت بکنه برای دوره‌ای برای مردم. درسته این نظر؟ این بعضی از فعالیت‌ها رو کم سودتر خواهد کرد، این نمیتونم من، چون با قیمت خواهد اومد پایین. ما می‌بینیم که الان بسیار مثلا در بازار خودرو دچار یک رکود شدیم ما، برای اینکه خودروهایی که خریده شده بر مبنای دلارها یا یوروهای چند و سودهای همون واسطه ها، خب برای عرضه کننده این خیلی دشواره که یک سود به این بزرگی رو بتونه هضم کنه.
ولی این به جای شوک اگه من بتونم استفاده کنم یک تکانی اقتصاد خواهد خورد که این تکان بخشای از اقتصاد براش منفی خواهد بود، ولی اون بخشایی که اتفاقا من بد نمیبینم، ولی برای مردم عادی و مصرف کننده ها و خانوارها اون تکان مثبت خواهد بود. به هر حال اگر بخواد اون فروشنده یا تولید کننده در بازار دوام داشته باشه مجبور با زمان بیاد جلو دیگه، درسته؟ بله، این همیشه هست. من یک چیزی شما در باز کردید بگم، ما عادت کردیم به داشتن سود، در صورتی که در هر کشوری شما نگاه کنید از چین گرفته تا بریتانیا تا آلمان ضرر هم هست در تجارت و در تولید، و اینکه ما همش سود داشتیم یک چیز غیر طبیعی بوده. الان یک مقدار ما داریم آشنا میشیم با واقعیات بازار که یکیش همین ریسکای منفی و بهره‌وری‌های مثبته. بسیار خوب، خیلی ممنون. فکر کنم ارتباطمون با مانی الان بهتر بشه. مانی صحبتتو میشنویم. بله، خواهش می‌کنم، عذرخواهی می‌کنم که صداقت شدش. من از کردم خوشحال هستم که این اتفاق افتاد و شرکت‌های خارجی، سرمایه‌گذارهای خارجی میان و اشتغال ایجاد میشه. ما 35 سال تحریم بودیم و در کل بازار تشنه در ایران داریم که مطمئنن کشورهای خیلی زیادی خواهند اومد در ایران سرمایه گذاری بکنن. من سوالی که از این کارشناس محترم دارم این هستش که شرکت‌های خارجی که میخوان بیان سرمایه گذاری بکنن، آیا تضمینی وجود داره که سرمایهشون رو که در ایران اجرا میکنن این سرمایه گذاری جواب بده؟ و با تجربه اینکه خب ما توی کشوری هستیم که تمام دور ما جنگ هستش، تمام کشورهای تروریستی در اطراف ما هستن، آیا تضمینی هستش که بتونن سرمایه گذاری بکنن و به راحتی بیان؟ آقای مادی، این امنیت سرمایه گذاری کی میتونه به کشور خارجی، به شرکت خارجی بده؟ این امنیت هیچ کس نمیتونه بده، نه دولت. یک چیزیه که وجود داره در مورد ایران و بیننده شما کاملا درست میگن. دو مسئله است، یکی خودش این توافق باعث خواهد شد که خیلی از این نقاط تنش و داغ در منطقه تنش کوچکتر بشه با وارد شدن ایران به صورت یک وزنه بسیار سنگین و مهم. این یک بخششه. بخش دوم اینه که این ریسکی که ما اشاره میکنیم الان اینجا در صنعت گاز و نفت خیلی پایینه، در صنعت خودرو خیلی پایینه، برای اینکه یک بازار 80 میلیونی با ناوگان ماشین‌های اسقاط که میدونید یکی از بالاترین متوسط سن‌ها رو داریم ما در ایران برای خودروها، ولی در بقیه بخش‌ها ریسک جدی خواهد بود. نهایت اینه که این سرمایه‌گذاران خارجی باید خودشون ارزیابی کنن که آیا آینده ایران، آینده اقتصاد ایران آنقدر روشن هست که در کوتاه مدت این ریسک‌ها رو بپذیرن. و من اینجا اضافه کنم، هر سرمایه‌دار خارجی که به ایران بیاد سوددهی نخواهد پیدا کرد، یک عده از اینا ممکنه با ضرر برگردن، ولی در ترازنامه کلی ما حتما خواهیم دید که اینها با گزارش‌های خواهند گرفت که این یه بازار باور نکردنی از نظر فرصت‌ها. بسیار خوب، خیلی ممنون، مرسی. با معین و مانی خداحافظی می‌کنیم. چند تا از پیام‌های شما رو فعلا صدتار و سوال‌هایی که مطرح بود. یک سوال بپرسم از طرف محسن که در یک پیامی به فیسبوک بی بی سی فارسی فرستاده، خطاب به آقای عمادی، گفته که آیا لغو تحریم‌ها شامل تحریم‌های گوگل، فیسبوک، کارت‌های اعتباری و همچنین بانکی مثل پی‌پال و تحریم‌های تکنولوژی هم میشه، یا این تحریم‌ها مربوط به حقوق بشر هم هست یا نه؟ حقوق بشر رو می‌دونیم مشخصاً آقای اوباما گفت که حسابش جداست، اما اینایی که گفتن شامل اینها میشه یا نه؟ بله میشه، همه اینها با سرعت مساوی برداشته نخواهد شد چون سیستم های مختلف هست، ولی این چیزایی که شما گفتید گوگل و کارت های اعتباری و انتقال های پولی برای افراد اینها خیلی سریع خواهد شد. پیپل یکمی طول خواهد کشید چون مسائل نظارت امنیتی، اونم نه به خاطر ایران، به خاطر اینکه هکرها، من فارسیشو نمیدونم، هکرها ایران خیلی بازار تازه خواهد بود، خیلی آسون خواهد بود که حساب‌های پیپل ایرانی‌ها رو هک کرد در درون ایران و بیرون ایران. اینه که پیپل نیاز خواهد داشت که دیوارهای آتشین بذاره دور این ارائه خدمات، ولی اون هم حتما آزاد خواهد شد. نمیدونم میکروفون من باز هست یا نه، برای بیننده‌هایی که دارن برنامه رو می‌بینن میتونیم با این که گفته شده، بعضیا گفتن 3 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، چند با حرف از چند سال هست، کسایی که در ایران هست میشه حساب کتاب کرد که بهشون بگیم چند سال دیگه یا چند ماه دیگه میتونن مثلا در ایران کارت اعتباری یا کریدیت کارت داشته باشن؟ این بله، تصویر میشه بهشون داد؟ بله، من تصور میکنم این در 2 سال نخواهد بود به طور عمده. ما شرکت‌های خواهیم داشت، مثلا یه شرکت بریتانیایی که ممکنه زیر 2 سال وارد بشه،
ولی بیش از 3 سال هم نخواهد بود. بین 2 سال و 3 سال این چون سودهی خود این شرکت‌های اعتباریه. شما چطور می‌تونید یک بازار اینطور آماده رو با درآمد نسبتاً بالا در منطقه رو انکار بکنید؟ بین 2 تا 3 سال ما تمام این خدمات رو، و من پیشنهاد می‌کنم که این خدمات انقدر عادی خواهند شد برای مردم که اصلاً یادشان نخواهد بود که این خدمات در ایران وجود نداشته زمانی، یا دشوار بود دستیابیش. متشکرم. آقای مدیر، حالا که صحبت از کردیت کارت و اینا شدش، مثلا ویزا یا مستر کارت، ببخشید البته کردیت کارت خوب نیست، ما میتونیم تبلیغ قطعا نمیکنید از الان، خیلی خوب، ولی اینا ما واقعا شامل همینا خواهد شد؟ در واقع چقدر میخوام ببینم که بین تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا اینجا باید تمایز قائل شه؟ لحاظ زمان رفع هر دو میتونیم بگیم که تقریبا یکسان هستش، اینکه تفاوت خواهد کرد؟ یک کمی تفاوت خواهد داشت. اونهایی که تایید نهایی با کنگرس، اونها در امریکا آرامتر خواهد بود، به این خاطر که آقای باستانی گفتن در یک برنامه پیشین که میشه رئیس جمهور اینا رو متوقف کنه، اجرای تحریم‌ها رو، ولی اینطور نیست که در همون ابتدا رئیس جمهور بخواد همه اینا رو متوقف کنه، چون در داده ستت نهایی که این بسته است که نیاز به تعیین داره، تایید داره. الان برای آقای اوباما اینه که تمامی این بسته تایید بشه. اما در اروپا ما یک همچین نگرانی نداریم، و در اروپا حتی یک فشار خیلی سنگینی است که هرچه زودتر ما برگردیم به بازار ایران. بسیار خوب، خیلی ممنون. محمد رضا از مونیخ و امید از تهران هم نکاتی دارن که میخوان مطرح بکنن. محمد رضا اگر سوالی داری میپرسیم، اگر نه نظر در مورد وضعیت رفع تحریم و تأثیری که فکر میکنی بذار. سلام، خسته نباشید. من خیلی خسته نباشید میرم به شما به عنوان یه پنجره مورد اعتماد برای ما، برای دیدن اخبار و متوجه شدن اخبار. دوست. من از آقای عمادی این سوال دارم که به نظر ایشون الان که بازارها ممکنه که باز بشه و خب بازارهای مورد علاقه اروپایی ها و جهان تو ایران خیلی ممکنه معلوم تر باشه، اما اون قسمت هایی که برای ایرانی ها ممکنه جذاب تر باشه و مورد پذیرش باشه برای بقیه دنیا، برای سرمایه گذاری ایرانی ها کدومه؟ سرمایه‌گذاری ایرانی‌های در درون ایران، من اینو فهمیدم. منظورتون ما برای این هست ایرانیانی که حالا بخوان از خارج از ایران سرمایه ببرن، یا همونه که داخل ایران هستن فکر می‌کنید که در کجای اقتصاد ایران بخوان سرمایه‌گذاری بکنن؟ درست سوال؟ دقیقاً ایرانی‌هایی که در داخل ایران هستن یا حتی در خارج ایران هستن، به نظرشون بازارهای مورد قبول دنیا برای اینها کجاها؟ بله، من این سوال چند بار شده در یک دو مورد. ما به طور رسمی درخواست داشتیم از صاحبان سرمایه در هم در درون ایران هم در بیرون. پتروشیمی خیلی آینده درخشانی داره در ایران، با اینکه ما در سطح جهان الان شاهد یک مازاد تولید پتروشیمی هستیم، این ظرف کمتر از 2 سال تمام خواهد شد این مازاد. اینو من اینجا بگم، برای اینکه عربستان سعودی پتروشیمی دچار یک سری اشکالات هست از نظر حاضر بودن گاز ارزان، پس پتروشیمی ما یک نقطه طلایی اقتصاده. بخش دیگرش کالاهای مصرفی پیشرفته، یعنی اون کسانی که کارگاه‌های تولید میخوان بزنن، مثلا برای تولید کالاهای خانگی الکترونیک کیفیت بالا، چون متوسط کیفیت متاسفانه در این سالها خیلی پایین بوده، با تکنولوژی غربی اینها خیلی بازدهیش بالا خواهد بود. چون ما یه اتفاقی که خواهد افتاد، بسیاری از خانوارهایی که میتوانن و هنوز این توان در بسیاری هست، اینا جانشین خواهد کرد کالاهای که با کیفیت نیمه پایین یا پایین رو با کالاهای بهتر. اون بازار، بازار خیلی مثبتی خواهد بود برای سرمایه گذاری. بسیار خوب. فکر می‌کنم یه سوال خیلی کوتاه و فوری از ستار بشنم، این بهتر بعد میام. خیلی کوتاه هست. سارا در اینستاگرام گفته از آقای عمادی بپرسید تحریم خودرو و ماشین آلات سنگین و همچنین مثلا ماشین های راهسازی اتوبوس ها کی برداشته میشه. اینو خاطرتون باشه، ماشین آلات سنگین و خودروهای بزرگ. یک کاربر دیگه گفته به نظر شما آینده، در آینده کسب و کارهای کوچک و سرمایه گذاری های کوچک چه خواهد بود؟ شاید ایشون هم می‌خواد سرمایه گذاری بکنه، نه در حد پتروشیمی، کارهای کوچیکی که مردم عادی هم بتونن بکنن. سوال اول پاسخ میدم، من اون آسان تره. این تحریم های مربوط به ماشین‌آلات سنگین و خودروهای سنگین، این خیلی زود برداشته خواهد شد، چون ما صحبتی که کردیم، من یک فرد کوچیک بودم تو اون جلسه که بود، این به ایمنی ایرانی ها بستگی داره، و همونطور که در مسئله هواپیمایی ما این رو با مستقیم آمریکا یا من گفتم، این به جز اینکه ایرانی ها رو بدبین بکنه، این بلافاصله پذیرفته شد. یعنی واقعا در این، در تمام اون گروه که صحبت می‌کردن در وین، هیچ کس نبود که بخواد این ادامه پیدا کنه. مسئله سرمایه‌گذاری کوچک یک کمی مشکل‌تر به این دلیل که
ما این حلقه گمشده اقتصاد ماست و ما تا زمانی که این حلقه گمشده رو پیدا نکنیم و نگذاریم توی زنجیره تولید و سرمایه گذاری، در چشم من ایران پیشرفت نخواهد کرد. راه پیشرفت ایران برای بخش خصوصی از جاده سرمایه گذاری در پروژه های کوچک و متوسط است. و اینکه ما همش دنبال سرمایه گذاری بزرگ باشیم در چشم من این اشتباهه. سرمایه گذاران کوچک و متوسط هستند که موتور رشد درازمدت اقتصاد ما خواهند بود، همونطور که در چین، همونطور که در کره، همونطور که در ترکیه شد. سپاسگزارم. برگردیم دوباره. خیلی ممنون. امید اگر نکته ای داری میشنویم. امید صدای من داری؟ امید روی خط دونه نه. اگر صدای من داری نکته اگه هست میشنویم یا سوالی اگر داری. ظاهرا ارتباطتون برقرار نیست با محمد رضا، بجات خدافظی بکنیم. آرمان از کرج با ماست. آرمان، سوال یا نکته در مورد تحریم‌ها و وضعیت پرونده اقتصادی ایران که دیگه الان به توافق تبدیل شده در این مرحله رو میشنوید؟ با سلام و تبریک توافق و سلام خدمت آقای جنابالی. با توجه به اینکه نقدینگی طبق اعلام بانک مرکزی در ایران از 9000 میلیارد تومان عبور کرده و این یعنی 300 میلیارد دلار خودت خرید، این به نظر یه حباب بزرگی توش هست. آیا ما باید منتظر بحران بانکی باشیم در ایران؟ با توجه به مشتری هم که بانک مرکزی میده، تشکر میکنم. آقای مدی. بله، این من نمیدونم اینو میشه فارسی گفت، ولی میگم این پاشنه ضعیف یا پاشنه آشیل اقتصاد ماست. بانک هایی که تا جایی که من دیدم بیش از یک سوم بانک های خصوصی ورشکسته هستن، نه دوچار کمبود نقدینگی. اگر دولت و بانک مرکزی دستش رو برداره، اینها یک هفته هم نمیتونن در بازار بمونن. و یک سوم دیگه بانک ها هم که با وارد حباب های مسکن و حباب های دیگه این شعله تورم زدایی در کشور نگه داشتن، هنوز با اینکه دولت موفق شده اینو به زیر نصف یک سوم برسونه. این بسیار درسته که نگرانی خود من به عنوان کسی که در اون کشور متولد شدم اینه که بانک ها باید مستقیما همین امروز یا همین ماه یک حسابرسی، یک آدیت ملی بشه از بانک ها و بانک هایی که نمیتونن دولت متوقف کنه دادن سرمایه به اینها رو و وام هایی که این وام بانک ها بدهکاری هست اونها رو بانک مرکزی به عهده بگیره، به بانک های دیگه بده مثل بانک ملی، بانک سپه. اون وام هایی که این بانک ها به خودی ها دادن، وام های عجیب غریب، یعنی ارقام، اونها رو سیستم قضایی دنبال کنه. و شما چند نمونه رو اینا رو که به دادگاه ببرید و مصادره اموال بکنید، بقیه داوطلب خواهند شد که اینا رو باز پس بدن، خودشون قدم پیش بزنن. خیلی ممنون. امید متأسفانه نشد داشته باشیم صداش نیومد، ولی علی رو از تهران به جاش داریم. علی، اگر نکته ای دارید در مورد صحبت هایی که آقای مادی مطرح کردن میشنویم. من عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز، بچه های مادی و همچنین تیم 13 روز مراسم شبانه روز اینجا بودن دوستان و زحمت در این جایی تشکر داره. من اول صحبت هم یه چند مورد میخوام ذکر کنم. یک طرف بودم که این توافقنامه یا تفاهم نامه هرچی اسمی بخواییم بذاریم یا برجام، در واقع شکست میلیتاریسم در ایران بود، شکست جنگ‌طلب در ایران بود و به نوعی میشه گفت که در انتخابات نوعی که آسه تا پوتین و چهار تا پوتین یا دو تا موزینه داریم مجبوری بین بد و بدتر بدر انتخاب کنیم، در واقع حاکمیت هم مجبور شد بین بد و بدتر بین جنگ یا اینکه بره پای میز مذاکره بدر انتخاب کنه بگه بدتر و نعمل قهرمانانه رو انجام بده یا خودن دام زهر رو به تدریج در سوی زمان تقریبا سه ماه دو ماه. ولی میایم اینجا در نظر بگیریم که مشاهدهایی هستی اتفاق میفته. من با جناب امادی عزیز که قدرت برم در خدمتی اون موافق هستم در دیگه 11 فروردین اگه خاطر سیفته من بحثی که با آقای فاطمی داشتم بحث چون کردم و چی که در زمان چی هیچ استقبال نمیشد در این طرز گذاری حالا این ایشون پیشنهاد کرد یه طوری توافقات انجام شد و رفتن سرمایه‌گذاری کردن و ببینید که الان سود بسیار خوبی هم حاصل شد و چین هم از این سود بهره‌مند شده هزاران میلیارد.
و قطعا این اتفاق در ایران میفته. در همون بحثایی که آقای مدیر عزیز تقریبا میشه گفت که فرمودن که نفت و گاز و خودرو و ساختمان و صنایع به دلیل اینکه ما از لحاظ تکنولوژی خیلی ممنون از شما علی، مرسی. چون آخره برنامه است بخش فرصتمون کمه. آقای مادی در مورد این صحبت‌ها به خصوص بازار مسکن تو سوالای دیگه هم بود تو شبکه‌های اجتماعی، چقدر بازار مسکن ممکنه متاثر بشه از این شرایط؟ من بازار مسکن فکر می‌کنم که در کلان شهرها اثر خواهد گرفت، در خرد شهرها و جایی که قطب‌های اقتصادی بزرگ نیست از نظر ایجاد درآمد، اونها اثر مسکن خیلی، چون اونا به اندازه کلان شهرها بالا نرفت. اینو که بگیم این در تمام دنیا، از بریتانیا هم این هست، وقتی یک حبابی میشه کلان شهرها چندین برابر جاهای دیگه. اما من تصور میکنم در جاها، حالا میدونم تمام دوستانی که در مسکن هستن دیگه من باید فعال کنم، اما در کلان شهرهای ما من انتظار دارم که مسکن به ویژه اون مسکن 20% بالا از نظر با اونها تکان خواهد خورد و حتما تکان خواهد خورد، برای اینکه یک سری پول ها اونجا رفت که این پول ها یا گریز خواهند کرد به خاطر مسائلی که ما می‌بینیم در مورد شفافیتی که ایجاد سعی داره میشه ایجاد بشه، و یک دم که اهمیت نمیدادن قیمت چقدره، برای اینکه درآمدهایی که داشتن اصلا مهم نبود براشون. این مسکن من انتظار یک تغییر دارم در بازار. اشاره کرد به گریز سرمایه از بازار مسکن، تو توییتر هم اتفاقا این نفر سوال کرد در مورد وضعیت بازار بورس، آیا ممکنه که فرضاً این با توجه به شفافیت که گفتید که مایلن ایجاد بشه، واقعا بازار بورس هم این شفافیت رو بپذیره و محلی بشه برای یک سرمایه گذاری جدی؟ اگه میشه فقط خیلی کوتاه. بله، داوطلب نخواهند شد، ولی که خب فشار افکار عمومی ایران، باز شدن اقتصاد ایران و تصمیم دولت که شفافیت یک برنامه ملی باید باشه در سطح تمام جامعه، من فکر می‌کنم بله. خیلی ممنون.